امروز شنبه اول اسفند ماه نیز مزدوران ولی فقیه ارتجا که وزارت بدنام اطلاعات آنها را از داخل و خارج ایران گردآوری کرده و از حدود دو هفته پیش به ورودی قرارگاه اشرف فرستاده است، به شعار دادن و عربده کشی و تهدید به حمله از طریق بلندگو ادامه دادند تا باعث آزار و شکنجه روانی مجاهدان اشرف شوند. این مزدوران با عربده کشی های خود به ویژه باعث ایجاد مشکل و شکنجه روانی برای بیماران شهر اشرف که در بیمارستان کنار در ورودی بستری هستند شدند. در حال حاضر بیماران بستری در این بیمارستان که عموماً بیماری های حادی مانند سرطان دارند، امکان آسایش و طی کردن مراحل مداوا را ندارند. پزشکان اشرف تاکید می کنند بیماران اشرف که تاکنون به علت محدودیت و محاصره دارویی و امکانات درمانی در شرایط دشواری به سر می بردند، به علت سلب آسایش در تمامی ساعات روز به خاطر عربده کشی های مزدوران اعزامی وزارت اطلاعات بر مشکلاتشان افزوده شده و پیشبرد مراحل درمانی آنها با دشواری های بیشتری مواجه می باشد. آنها از سازمان های بشردوست بین المللی و پزشکان بدون مرز خواستند تا با دخالت خود به این وضعیت هرچه سریع‌تر پایان دهند. خیلی گران تمام میشه برای تو. شب و روز میتوبی. شب و روز میتوبی. برادر مجاهدم اکبر شفقت مبتلا به سرطان هست که تحت عمل جراحی قبل از 9 ماه قرار گرفته و باید که در حال حاضر شیمی درمانی بشه. علت شیمی درمانیش هم اینه که بیماری به شکمش انتشار پیدا کرده و متاستاز داده، یعنی پارا آورتیک لیمف نود متاستاسیس یا انتشار تومور به داخل شکم و غدای لنفاوی شکمی پیدا کرده. من کیسش رو با پزشکان متخصص سرطان شناس مشاوره کردم و در جوابی که اونها به من دادن داروهای مورد لزوم برادر مجاهدم اکبر رو مشخص کردن که 3 دارو هست که این 3 دارو رو ما از خارج خودمون تهیه کردیم، چون با توجه به شرایط حصر اشرف و معاصره اشرف عمدن چنین چیزی در اختیار ما نیست و ما مجبور هستیم که خودمون این داروها رو خودمون تهیه بکنیم و این داروهاش رو از خارج تهیه کردیم و آوردیم. علارغم این که داروها تهیه شده و داروها آماده است و تقریبا 14-15 روزه که الان اکبر در این بیمارستان بستری شده، معذرت تا این نقطه هیچ اقدامی برای دادن این داروها به برادرم اکبر نکردن و خیلی ما در این زمینه پیگیری کردیم و دنبال کردیم که چرا اینقدر به عقب میندازن، چرا یک درمان بیمار سرطانی رو انجام نمیدن. جدای از بیماری برادر مجاهدم اکبر، اون چیزی که این مسئله رو الان تشدید کرده این چیزی که الان ما دم در اشرف شاهدش هستیم. این روزها، این چند روز اخیر، یک عده عناصر وزارت اطلاعات رژیم تحت عنوان خانواده اومدن دم درب اشرف با حمایت کمیته سرکوب اشرف و با ماشین های ارتش و پلیس، اومدن دم درب اشرف به عربده کشی و فحاشی پرداختن، بلندگوهای خیلی قوی و چندبانده در اختیارشون گذاشتن و با صدای بلند اینها شروع میکنن به رکیترین حرفا رو زدن، به عربده کشی کردن، به فحاشی کردن و فاصله اونها تا این بیمارستان هم خیلی کم هست، به طوری که بیمارا مخل آسایش این بیمارا شده، از جمله برادرم اکبر شفقت و همچنین بیمارای دیگه که اینجا بستری هستن مخل آسایششون شده و سر صدای اونها مانع استراحت و آسایش اینها هست. وقتی سوال میکنی که اینها کیا هستن، میگم که نفر عربده کش اونها رو میگن مصطفی محمدی که از کانادا اومده. این مصطفی محمدی مزدور وزارت اطلاعاته. این جنایتکار هر حرف رکیکی از دهنش در میاد دمی در میگه. فی الواقع غیر قابل تحمل این وضعیت. من از سازمان‌های حقوق بشری، از مجامع بین‌المللی، از پزشکان حقوق بدون مرز درخواست میکنم که هر چه سریعتر به این مسئله رسیدگی بکنن
و مانع ادامه این وضعیت بشن و اجازه بدن که این بیماره ما استراحت شروع بکنن، اجازه بدن بیماره ما تحت مداوا و درمان قرار بگیرن و به این وضعیت ننگین و شنیعی که الان این مزدورای وزارت اطلاعات دم در به اشرف و با حمایت کمیته اشرف ایجاد کردن خاتمه بدن. من اشبر شفقت هستم، بیماری سرطان دارم. الان 2 هفته است من آوردم برای این مداوا شیمی درمانی، ولی امروز فردا کردن رسیدگی نمی کنن. یه روز میگن اینجا مداوا میکنن، یه روز میگن اینجا مداوا میکنن. الان معلوم نیست فردا چی باشه. درد شدیدی دارم، دیشب 2 تا آمپول قوی هم بهم زدن، هیچ تأثیری نکرد. دردم رو شکم و جای دیگه است. دیشب تب زیاد داشتم، خریدم سرم بستم، این وزنه. ولی یک چیز دیگه است که من رو بیشتر از این آزار میده، این سرصدایی که هفت صبح تشد اینا رو انداختن، یه مدتیه بلنگو گذاشتن، فوش میدن، عربد کشی میکنن، شکنجه روانی واسه ما رو انداختن. من خودم 13-14 سال تو زندان بودم، درست همین کارا رو اونجا میکردن، میآوردن بلنگو میذاشتن، نوع خانی میکردن، فوش میدادن، تهدید میکردن، حمله میکردن. الان دارن همون کارا رو اینجا میکنن. بالاخره اینجا بیمارستان یا نه؟ من وزن اینجوریه، هستن کسایی هم که مثل منن. اینجا هم بیمارستانی که باید جای آسایش باشه. آخه این درسته این بلا رو سر ما بیارن؟ آخه این بیمارستان باید جای آسایش باشه، نه اینکه یه سری این بلا رو سرشون بیارن. من خودم میخواستم از نوبه خودم به سازمان‌های بین‌المللی، به سازمان‌های حقوق بشری شکایت کنم از دست اینا، از دست این کمیته سرکوب اشرف، از دست این رژیم ایران و مزدوراش. ما به قیمت خیلی گرون دوا رو برداشتیم، مثل دارو از خارج برداشتیم، آوردیم، خریدیم، آوردیم اینجا. الان 2-3 هفته است همینجوری این ور اونور میکنن. من میخوام شکایت میکنم از دست این مصطفی محمدی مزدور اصلی وزارت اطلاعات که صحنه گردون اینجاست، از صبح تا شب پشت بلنگو فوش میده، تهدید میکنه. نمیدونم، من میخوام به مقامات کانادایی از این موضوع شکایت بکنم. چرا نمیذارید آسایش باشیم؟ من وضعم خرابه. این سر صدایی که اینا میکنن، آخه سازمان‌های بین‌المللی کجان؟ سازمان‌های حقوق بشر کجان؟ من بهشون شکایت میکنم از دست این عربده کشی، از دست این فوش و بدبیدان. بالاخره چرا بیمار ما باید استراحت داشته باشه؟